مبارزه هستم. این قسمتی دیگه از مجموعه برنامه های ایکس مازلم هست که تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشید. خوبی؟ امیدوارم خوب باشی. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم. قسمت دیگر از این مجموعه برنامه های اکس مازلم. بریم سر اصل موضوع. داریم به سالگرد در حقیقت پیروزی انقلاب نزدیک میشیم و اینکه به حسب بخشی از انقلابیون که اسلامیون بودن موفق شدن انقلاب رو به نوعی هایجک بکنن و انحراف بکشن انقلاب رو و قوانین اسلامی رو در حقیقت به قوانین رسمی ایران تبدیل بکنن. بله، تحت قوانین در واقع ایران تحت قوانین شریعت قرار گرفت بعد از 57 و در واقع همونجور که گفتی اسلامیون به قدرت رسیدن که قوانین اسلامی رو اجرا میکنن. و خب در اون طرف ما میدونیم که نزدیک به 40 ساله که با اتکا به انواع و اقسام ابزار و پول و تبلیغات اینا سعی کردن که در حقیقت قوانین اسلامی رو در جامعه بسط بدن. در کنارش البته مردم ایران به خصوص نسل جوان دهه 60 یا دهه 70 یا یه زندگی آندرگراند دارن که حالا سعی می‌کنیم بپردازیم به زندگی مردم در حقیقت به صورت زندگی مردم که به صورت زیرزمینی در داخل ایران انجام میدن مردم و عملاً با پراتیک خودشون به جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی و عقب موندهش نمیگن. دقیقاً همونجوری که تو گفتی با مصادیق مختلفی وجود داره که ما سعی کردیم در برنامه امروز به صورت خلاصه به بعضی هاش اشاره بکنیم که این مواردی هست که ایرانی ها به قوانین شریعت به قوانین اسلامی نگفتن و عملاً به حکومت اسلامی نگفتن. یه موردی رو که من میخوام در موردش صحبت بکنم بحث ارتباط جنسی هستش بین ایرانی ها. بر اساس آماری که خود مرکز پژوهش مجلس ارائه میده که از بین 141,000 حدود 141,500 نفر دانش آموز یه تحقیق رو انجام داده بود و به این نتیجه رسیده بود که 17% این دانش آموزان همجنسگرا هستن، چیزی که توسط جمهوری اسلامی همیشه انکار میشه. ما اصلا نداریم. صحبت‌های احمدی نژاد و حالا سایر مقامات به خوبی یادمون هست. یه نکته همینجا من بگم، این آمارهایی که در حقیقت جمهوری اسلامی منتشر میکنه اینا رو به نظر من باید ضبطش صد کرد، برای اینکه خب مسلماً این آمارها به سمت حکومت هست دقیقا. و سعی میکنن در حقیقت تلطیفش بکنن. بله. ولی خب ما میدونیم که واقعیت چیز دیگه است. ولی خب همین با استناد به همین آماری که خودشون ارائه میدن نشون میده که جامعه ایران چقدر در زمینه مسائل جنسی کلا در اتش پیشروی کرده و الان ما یک انقلاب جنسیتی در حقیقت داریم. درسته، همونجوری که تو میگی آره یک انقلاب جنسی در ایران اتفاق افتاده و از این تحقیقی که انجام شده بود یه نکته جالب این بود که 74% این دانش آموزان گفته بودن که ارتباط با جنس مخالف رو تجربه کردن، ارتباط داشتن با جنس مخالف خودشون. و یه موردی که بود بر اساس همین آمارهای رسمی و دولتی اشاره شده بود که ارتباط بین دختر و پسر قبل از دانشگاه سن زیر 18 سال نسبت به 30 سال پیش 3 برابر شده و این نکته جالبی هستش که با این همه فشار و سرکوب جوانهای ایرانی تن به این قوانین ندادن و مرعوب به این قوانین نشدن. عملا اون خط خودشون، اون خط انسانی مدرن رو پیش بردن. دقیقا. در کنار اون همه تبلیغات و تعالیمی که از دبیرستان و راهنمایی به بچه‌ها میدن که شما باید یه الگوی زن مسلمان، الگوی مرد مسلمان، از اون طرف قوانین بسیار سفت و سخت که اگر شما مثلا خارج از اون چارچوب مد نظر حاکمیت روابط جنسی داشته باشید
زنا محسوب میشه و بعد اون وقت شامل یه سری قوانین بسیار شنیع غیر انسانی حتی ممکنه بهتون حکم اعدام بدن. اعدام بدن درسته، همونجوری که میگی. من یه آمار جالبی پیدا کرده بودم که به در واقع استناد از مرکز تحقیقات سایبری کشور بود و در اون اشاره شده بود که میزان جستجوی ایرانی ها برای سایت های به زن خودشون غیر اخلاقی در روز عاشورا ایران رو بین 182 کشور در جایگاه اول قرار میده. این خیلی جالبه، حکومتی که سالها ما رکورد زدیم. جالبه که در روز مثلا که اینقدر بلا برای حکومت هم مهم هست، تبلیغات میکنه و کل کشور رو تهدید میکنه که مردم بیان مراسم مذهبیشون رو انجام بدن، مردم مثلا خونه پر نگاه کرد. و اینکه یه گزارش خبر آنلاین داشته و در اون اشاره شده 24% زنان و 16% مردان تجربه ارتباط با همجنس خودشون رو داشتن. و اگه بخوام این رو به سمت مسئله LGBTQ ها که در ایران هستن و تحت شدیدترین سرکوب ها از اول انقلاب بودن تا به حالا به اونها اگه بخوام اشاره بکنم، اینها نه تنها مرعوب به این سرکوب و فشار شدید نشدن، بلکه ما الان اگه فقط یه جستجوی بکنیم در فضای مجازی مطلب های بسیار زیادی هست از این عزیزان که سعی کردن ابراز وجود بکنن و دنبال احقاق حقوق خودشون باشن. دقیقاً اینو باید به نظرم اینجا یه مقدار روش تاکید بکنیم که حاکمیت جمهوری اسلامی 40 ساله میگه ما اصلا همجنسگرا در ایران نداریم. و بعد در کنار اون میاد در ملاء عام اعدام میکنه، شلاق میزنه با یک الفاظ بسیار غیر انسانی و عقب مونده از این افراد در مدیای خودش به صورت رسمی پابلیک نام میبره. در کنار این همونطور که اشاره کردی به درستی، اگه شما یه سرچ خیلی ساده در اینترنت بکنید حجم عظیمی از مطالب میبینید که در داخل ایران از روابط جنسیشون گفتن، روابط عاشقانه‌شون گفتن، شکل آشناییشون، سکسی که با هم داشتن. خب اینا رو کی مینویسه؟ این صفحات مال کیه؟ غیر از اینه که ما این مال همین رنگین کمانی های ایران هست و غیر از اینه که نشون میده ما چه جنبش عظیم قوی و پویایی از رنگین کمانی ها در ایران داریم. درسته. یه نمونه دیگه هم که میشه باز اینجا بهش اشاره کرد اینه که شما نگاه بکنید توی این مشخصا من میتونم بگم 10 سال گذشته حتی بیشتر شده این قضیه، حجم عظیمی از ایرانیان و اکتیویست های همجنسگرا، رنگین کمانی ها یا کسانی که معتقد به برابری جنسیتی بودن، معتقد بودن که افراد نباید به خاطر گرایش جنسیتشون مورد خشونت و یا تبعیض قرار بگیرن، در فستیوال پراید و در پرادی شرکت کردن. از گروه های مختلف، جریانات مختلف سیاسی ما میتونیم اسم ببریم در کشورهای مختلف که ویدیوهاشون هست که چقدر فعالانه، چقدر پویا در این مراسم شرکت میکنن. این به نظر من نشون دهنده این است که نسل جوان ایران عملاً جمهوری اسلامی رو به حاشیه برده و مهر خودش رو بر نوع زندگی و قوانین در اون کشور کوبیده. همونجوری که گفتی دقیقاً در واقع تعداد زیادی از LGBTQ ها هستن که یوتیوبر و بلاگر و اینستاگرامر هستن و فالوورهای بسیار بالا دارن و این فعالیتشون نشون میده که در واقع قوانین اسلامی و خود جمهوری اسلامی رو در واقع پس زدن. اگه بخوام، چون فرصتمون هم کوتاه هست، به موارد جزئی اشاره بکنیم، من فقط یه مورد دیگه رو میخوام اشاره بکنم در حوزه روابط جنسی و اون ازدواج سفیده. ازدواج سفید در ایران سالهاست که خیلی باب شده و بسیاری جوانها این روش زندگی و این سبک زندگی رو برای خودشون انتخاب کردن. یک پژوهشگر و نویسنده‌ای در تحقیق جامعه نشون داده بود که 42% در تهران، 31% در مشهد و 26% در اصفهان ازدواج سفید رو تجربه کردن و این آمار خیلی آمار جالبی بود، نشون میده که چجوری جوانها قوانین شریعت و اسلام سیاسی رو پس زدن و دارن با اون سبک خودشون میخواد زندگی. دقیقاً با اون سبک خودشون رو. دقیقاً. و بیشترین میانگین سنی این افراد بین در واقع 25 تا 30 سال بود و ازشون پرسیده بودن که مهمترین دلیل برای اینکه این سبک ازدواج رو انتخاب کردین چی بود و بیشترین آمار مربوط به این جواب بود که اونا گفته بودن ما سبک در واقع ازدواج رسمی رو اصلا قبول نداریم، اعتقادی به این نوع ازدواج نداریم. اینها مواردی بود در حوزه در واقع روابط جنسی. من از تو میخوام که اگر مورد خاصی رو میخوایی اشاره بکنی. حتما، منم یه سری مواردی رو آماده کردم
البته مشخصا رو بحث انقلاب جنسیتی بیشتر متمرکز بودیم. من سعی کردم یه سری مواردی رو که به نظرم جالب تر هست یه مقدار بشکافم و در تو باش صحبت کنم تو این وقت حالا کمی که داریم. خب مسلما قطعا تو و بینندگانی که این برنامه رو میبینن میتونن موارد دیگه ای هم خودشون اضافه بکنن. خب من حالا این موردی که با در تو باش صحبت کنم به نظرم از همه جالب تر بود. یه بحث مهمش بحث موسیقی هست که ما میدونیم که به محضی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید و موفق شد که قوانین شریعت اسلامی رو قانون رسمی کشور بکنه موسیقی ممنوع اعلام شد. دقیقا حرام اعلام شد از همون روزهای اول. کلی فتوا دادن برای بله فتوا کلی هستش از آیت الله. در کنار اون بعد از یه مدت حالا به این نتیجه رسیدن که با موسیقی میتونن در حقیقت اهداف خودشون رو بهتر بهش برسن و پروپاگاندا ایجاد بکنن رو فشار مردم هم از یه طرف من باعث شد که اینا تن بدن و یه مدل موسیقی هایی رو به هر صورت بپذیرن. هم به نفعشون بود هم که برسا تحت فشار بودن از طرف مردم هم که اشاره کردیم. ولی خب نکته که من میخوام اشاره بکنم این هست که در کنار این وضعیتی که اینها برای هنر و موسیقی مشخصا به وجود آوردن ما یه بحث بسیار مفصل داریم اینا موسیقی زیرزمینی و هنر زیرزمینی که حالا میشه از تئاتر صحبت از سینما صحبت کرد نقاشی و غیره. خب من میخوام در تو موسیقی مقدار بیشتر صحبت بکنم. حجم عظیمی از هنرمندان و موزیسین هایی رو ما الان میشناسیم که تو این 40 سال در ایران زندگی کردن خلق اثر کردن و مخاطبان بسیار دارن. انواع اقسام در ژانرهای مختلف ما موسیقی موزیسین های زیرزمینی داریم. خواننده زن که میدونیم که حالا حکومت جمهوری اسلامی گفته بود که به صورت زن نباید بخونه و نمیتونه خوانندگی بکنه. ژانرهای جدیدی که به سبک و سیاق حاکمیت جور در نمیاد از رپ و راک و هوی متال و ورژن های مختلف و ژانرهای مختلف موسیقی که اومده خب اینا همش حاکمیت باشون مشکل داره. نمیپذیرن. یه مورد دیگه موسیقی خیابانی هست که ما الان میبینیم که ویدیوهایی که در میاد چقدر مردم در خیابان ها موسیقی زنده میزنن زنان و مردان با هم میخونن میرقصن و این چقدر حاکمیت میاد اینا رو اذیت و آزار میکنه. ویدیوهای زیادی هست از حمله هجوم وحشیانه به این ولی من میگم با وجودی که این همه حمله کردن و زدن و کشتن و قوانین تصدیل کردن ببینید چقدر موسیقی زیرزمینی در ایران زنده و پویاست. عکسش جواب داد دقیقاً. و خب این نشون میده که 40 سال مردم دارن برای حق خودشون مبارزه میکنن تو این زمینه خیلی تونستن دستاورد داشته باشن به عقیده من و جمهوری اسلامی رو خیلی عقب روندن. بحث بعدی که میخوام صحبت کنم خیلی به بحث قبلیم بی ربط نیست. ایران یکی از بالاترین آمارهای و فیگورهای در حقیقت مصرف مشروبات الکلی سنگین در دنیا هست بنا به آماری که خود جمهوری اعلام میکنه. یعنی حتی اون آماری که داده بودن فکر میکنم سال 2015 بود از روسیه و استونی و سوئد هم ایران در میزان مصرف مشروبات الکلی سنگین جلوتر هست. از اینا که نامبردی که در واقع کشورهایی هستن که به صورت سنتی در واقع مشروبات الکلی هستن. کشورهای سردی هست که جزء تاریخ و فرهنگشون شده. تو ایران اینقدر این مرسوم هست در بین جوانای مشخصا دهه 70 و 60 که در واقع بعد از انقلاب به دنیا اومدن که دیگه خود جمهوری اسلامی آمار میده و داره هشدار میده که باید یه کاری کرد. ولی این به یک مقوله‌ای در اجتماع ایران در حقیقت تبدیل شده. یه مطالعه دیگه رو من میخوندم که چقدر متاسفانه در ایران ما الکلی داریم. افرادی هستن که معتاد به الکل هستن. و خب در کنار این آمار و اینکه چقدر مرسوم هست استفاده از مشروبات الکلی این رو بذارید که حاکمیت جمهوری اسلامی شلاق میزنه، اعدام میکنه، مشروب اصلا مشروب که فروش نمیشه بعد شما به صورت زیرزمینی برید بخرید. ولی در این حال بعد از این 40 سال چقدر مجبور به عقب بگرد شده و چقدر در حقیقت موازین و اون قوانین رو نتونسته در جامعه پیاده سازی بکنه. مورد بعدی که باز به دو مورد قبلی هم به نوعی مربوط هست برگزاری مهمونی ها و فستیوال ها و مشخصا پارتی های مختلفی هست که در ایران برگزار میشه که خب نشون میده سبک و سیاق تفریح و اون چیزی که جوانای ایرانی از خودشون انتظار دارن، اون چیزی که دوست دارن، اون جوری که دلشون میخواد تفریح بکنن و زندگی بکنن چقدر مغایر اون چیزی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی سعی کرد و سعی میکنه در جامعه ایران بست و ترویج بده. همونجوری که میگی اصلا فضای شبکه‌های اجتماعی پر از در واقع ویدیوهای جوانهای ایرانی که در پارتی‌های مختلف در واقع شرکت کردن و
سعی کردن که این سبک زندگی رو داشته باشن. مثلا و جالبه مثلا آدم نگاه میکنه از هالووین پارتی های بسیار مفصل در ایران برگزار میشه، استخ پارتی هایی داریم که من تو اروپا خیلی کم میبینم و تعدادشون زیاده. آماری که مشخصا پلیس ایرانی روی انتظامی منتشر کرده این هستش که حالا علاوه بر اینکه اینا حمله میکنن در تهران مهمونی ها و شهرهای بزرگ، مهمونی ها رو خراب میکنن، جوان ها رو اذیت میکنن، تردید در شهرستان ها و شهرهای کوچیک من میدیدم که چقدر آمار باز به استناد خود نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که حمله کردن و ریختن در شهرستان ها، شهرهای بسیار کوچیک، اصلا شهرهایی هستن که ما اسمشون رو در واقع خیلی کم شنیدیم، گاهی اوقات اصلا نشنیدیم، اینقدر شهر کوچیکیه. در واقع آمار دستگیری جوان ها در پارتی مثلا منتشر میشه توسط حاکمیت تو شهرستان ها و شهرهای بسیار کوچیک. اینو بذارید در کنار اون تفکر و تبلیغاتی که میگن که به صورت پارتی رفتن مال یه بخش پولدار و طبقاتی هست که به صورت تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن، در ایران امروز که ما صحبت میکنیم به هیچ وجه اینطور نیست. بعد از 40 سال حاکمیت مرتجع و اسلامی جمهوری اسلامی در ایران، حتی در شهرستان ها ما پارتی هایی رو میبینیم که خلاف موازین حاکمیت هست و این نشون میده که جوانان ایران، مردم ایران آزادی رو دارن فریاد میزنن و عملا باز یه مقدار تکرار مکرراته با پراتیک خودشون جمهوری اسلامی رو عقب روندن. مورد آخر که مورد بسیار جالبی هست، وقتمون هم کم، سریع بهش بپردازیم، علاقه و عشق مردم ایران مشخصا جوانای ایران به حیوانات خانگی علل خصوص سگ هست. آره، به خاطر اینکه خب در واقع این سگ از لحاظ اسلام هم نجس هست، اگه شما مثلا با سگ در تماس باشید مثلا نماز نمیتونه، فریضه های دینی رو نمیتونه انجام بده. حالا گذشته از این مثلا احکامی که در اسلام وجود داره، قوانین شنی و حرکت های بسیار زشتی که جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی از سگ کشی و نمیدونم سگ آزاری و حیوان آزاری انجام داده که واقعا مشمئز کننده است، در سال 2019 یه همچین قوانین، یه همچین رفتارهایی با حیوانات حاکمیت انجام میده با اتکاب اسلام، ولی از اون طرف ما مردمی داریم که عاشق حیواناتن، یک فرهنگ مدرن انسانی با حیوانات رو دارن. در صفحات اینترنتی شما گروه هایی رو میبینید که خرید و فروش میکنند حیوانات رو، باز مشخصا سگ، آموزش میدن که چجوری باید به این سگ محبت کرد، چگونه باید باهاش صحبت کرد، چگونه باید آموزشش داد، غذا باید براش چی خرید، کجا باید واکسنش رو زد، چجوری باید شستش و موارد دیگه. حتی بعضیاشون هستن که در شبکه‌های اجتماعی در واقع کارهای خیریه طور برای حیوانات انجام میدن، یعنی حامی حقوق حیواناتن، به صورت داوطلبانه این کارا رو انجام میدن، قضا میبرن برای سگ‌ها یا در واقع حیواناتی که بیرون بی سرپناه هستن و مخاطبشون هم بسیار زیاد هست، یعنی لایک و شیری که تو این از این صفحات و این ویدیوها میشه بسیار زیاد هست و به نظر من این نشون، همین استقبال از این گروه ها، استقبال از این فردانی که فالوور این افراد زیادن، نشون میده که مردم ایران خواهان یه فرهنگ مدرنن، یه فرهنگ امروزی انسانی که حیوان رو بهش احترام میذاره، جون حیوان براش مهم هست و باش یه رفتار انسانی قشنگ و مدرن انجام میده. مردم ایران تو همین مورد سگ، حالا موارد دیگه هم حتی که بذاریم کنار، محبت و عشقی که به حیوانات دارن و کمپین هایی که در همین رابطه راه انداختن نشون دهنده این هست که 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی در بست تئوری اسلامی خودش شکست خورده و حتی تو همین زمینه نتونسته نسل رو بار بیاره که حداقل اون موازینی که مد نظرش بوده رو در رابطه با حیوانات علل خصوص سگ رعایت بکنن. مرسی از تو برای اینکه مطالب جالبی رو فراهم کرده بودی. خب سلام حامد، خیلی خوش اومدی. مرسی به برنامه خودت. مرسی. امروز تو چه مواردی رو به عنوان در واقع این جنبشی که نه 40 سال نه به اسلام هستش آماده کردی که برای ما توضیح بدی؟ درسته، بحثی که من میخوام راجبش صحبت بکنم در واقع احتمالا یکی از شیرین ترین بحثایی هستش که ما خودمونم خیلی بهش علاقه داریم، بحث آتئیزم هستش. بهترین قسمت بحث رو تو برداشتی دیگه. آره، در واقع آتئیزم وضعیت بسیار جالبی داره الان توی ایران.
شما کافیه یه سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی، ببینید که چقدر در واقع اکانت های بسیار متعددی توی شبکه های اجتماعی هستش و اینا در واقع مخاطب های بسیار زیادی دارن، یه عده زیادی دور هم جمع شدن، اینها در واقع نه تنها اسلام رو کنار گذاشتن بلکه دیگه هیچ اعتقادی به خدا و مذهب هم ندارن و این در واقع نتیجه 40 سال تبلیغات اسلامی هستش. دقیقا همونجوری که اصلا تو اشاره میکنی تو فضای اجتماعی که در واقع چرخی میزنی میبینیم که اصلا یه سری در واقع آتئیست ها و کسایی که مطالب مینویسن فعال هستن و شروع میکنن مطلب نوشتن، اصلا یه هشتگی هستش مثلا من به الله توهین میکنم و این در موردش صدها هزاران توییت وجود داره از ایرانی ها که در واقع با انگلیسی هم گاهی اوقات توییت کردن ولی اصلش در واقع فارسی بوده. بله، بحث توهین به مقدسات در واقع بحث بسیار رایجی هستش توی جامعه ایران. توی یه هشتگی مثال زدی، همین چند وقت پیش ایام فاطمیه بود و خب تعداد بسیار زیادی از مخاطب ها توی در واقع شبکه‌های اجتماعی داشتن با روایت کشته شدن فاطمه یا با روابطی که با امام علی مثلا داشته شوخی های بسیار زیادی میکردن. همینطور و... کلی کاریکاتور هست، عکس های مختلف هستش که کاربرا شیر میکنن و مطالب خیلی مختلفی هستش که آدم با چرخیدن تو فضای مجازی دستش میاد که تعداد آتئیست‌ها در ایران چقدر زیاده. یه سری آتئیست مشهور هم ما داریم که میخواستم راجع به اونا هم آره، اشاره بکنیم. ما در واقع آتئیست‌های بسیار زیادی داریم و بعضی هاشون در سطح بین‌المللی معروف هستند. ما مثلا آرمین نوابی رو داریم که در سطح دنیا شناخته شده است و خیلی تعداد فالوور بالا داره، هم اینترنشنال هم خیلی فالوور بالا داره. افرادی رو داریم، اصلا آتئیست هایی رو داریم که چهره های شاخصی هستن و از جاهای اومدن که در واقع مراکز تبلیغات اسلامی حکومت بودن. کاملا درسته. ما در واقع دانشگاه امام صادق که در واقع یکی از مهمترین مراکز حکومت هستش، نه تنها به لحاظ مذهبی بلکه به لحاظ سیاسی، یعنی ما خبر داریم که این دانشگاه در واقع مسئولین حکومتی رو ازلم پرورش میده، تعداد بسیار زیادیشون فارغ التحصیل اینجا هستن. همونجوری این... که میگی اصلا بجز این که در واقع این مرکز تبلیغات هستش، بودجه بسیار عظیمی برای اینجور مراکز اسلامی در نظر میگیرن و خیلی جالبه که از این همه هزینه‌ای که صرف میشه و این همه تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه از توش حالا نتیجهش چی شده؟ نتیجه در واقع ما، من چند وقت پیش داشتم ویدیویی از یکی از فارغ التحصیلای اون دانشگاه رو داشتم میدیدم، فردی به نام عباس خسروی که در واقع تحصیلات بسیار بالایی توی اون دانشگاه داشته، تا مقاطع بسیار بالایی تحصیل کرده. این آدم میگفتش که من آتئیستم، در پایان تحصیلاتم من به این نتیجه رسیدم که به خدا هیچ اعتقادی ندارم و میگفتش که جالبیش این بود که میگفتش که اینجوری نیستش که من مثلا استثناء باشم اونجا و میگفتش که من تعداد بسیار زیادی رو میشناسم از فارغ التحصیلای اون دانشگاه که اونا هم آتئیست هستن مثل من. پس نتیجه در واقع این همه تبلیغات و هزینه ها در واقع این شده که عکسش جواب بده. دقیقاً. بحث توهین به مقدسات رو ما داشتیم راجع بهش حرف میزدیم، اینو میخوام بهش اشاره بکنم که نه تنها در واقع توی شبکه‌های اجتماعی ما این مسئله رو به وفور میبینیم، بلکه اصلا این سال هاست که جزی از فرهنگ کشور ماست. مردم کشور ما عادت دارن به جوک ساختن، به مسخره کردن احکام واقعا مسخره اسلامی یا به در واقع مقدسات اسلامی، به پیغمبر، به امام در واقع جوک میسازن و اینکه اصلا رایجه در بین مردم، رایج میشه. یعنی ما فکر کنم هیچ کشوری در دنیا رو نتونیم سراغ داشته باشیم و بتونیم نام ببریم که این کشور در واقع با مقدسات مذهبی شوخی بکنه و در واقع جوک هاش در این حجم زیاد، در این حجم زیاد به جوک هاش جوک های در واقع مذهبی باشه. آره، و در واقع ما چهره های شاخص، کمدین های شاخصی رو داریم
مثل علی رضا رضایی یا مثلا یه کسی مثل آیت الله تناسلی که توی در واقع فکر میکنم خیلی ها شنیده باشن جوکاشو توی شبکه اجتماعی جوکاشو منتشر میکنه و فالوورهای بسیار بالا دارن. این جوکا وارد جامعه میشه و دهن به دهن میچرخه بین مردم، محبوب هستش، مردم هیچ مشکلی با این قضیه ندارن. از طرفی باز میبینید که مردم توی اجتماع به راحتی توی کوچه و خیابون به نمادهای مذهبی توهین میکنن. ما تصاویر بسیار زیادی داریم از کسایی که جلوی مسجد، جلوی نمیدونم امامزاده ها، زری ها، مکانهای مقدسی، آره، که مکانهای به تعبیر مقدس اسلامی، اینا در واقع اون شؤونات اونجا رو رعایت نمی کنن، کارهای توهین‌آمیز می کنن، یا مثلا حجابشون رو ور می دارن، یا مثلا جلوش شروع می کنن به رقصیدن. یعنی این عملا دهنکجیه به این تعلیمات و مقدسات در واقع اسلامی. یا ما در واقع افراد بسیار زیادی داریم که باز هنرمند هستند، با موسیقی، با کاریکاتور، با تمام ابزاری که در اختیارشون دارن اینا توهین به مقدسات کردن و بعضیاشون هم به صورت غیابی حکمای بسیار سنگینی دریافت کردن. این در حالیه که بعضی ها هستن توی ایران که به خاطر کوچکترین اهانتی به مقدسات دستگیر میشن، دستگیر زندانی شدن. میشن و اصلا مثل یکی از سنگین ترین احکام رو در واقع آتئیست ها میگیرن، کسانی که آره، به زعم حکومت توهین به مقدسات میکنه که اصلا همچی چیزی درست نیستش. مثل سهیل عربی، مثل سینا دهقان، اینا در واقع به خاطر کوچکترین توهینی دستگیر شدن و مردم هم اینا رو میدونن، ولی با این حال دست از کاری که در واقع فکر میکنن درسته هیچ وقت بر نمیدارن. مردم در واقع اعتقادی به این اسلام ندارن و با توجه به کل این مطالبی که ما در واقع امروز راجبش صحبت کردیم به نظر میرسه که چیز زیادی از اسلام باقی نمونده توی ایران، همچنان که همین الانش هم در واقع جنازه بیشتر. و به نظر من رژیم جمهوری اسلامی اگر از بین بره دیگه هیچی از اسلام هم قرار نیست باقی بمونه. دقیقا. مرسی از تو که این موارد رو تهیه کرده بودی و برای ما گفتی. من میخوام توی این لحظه آخر برنامه یه تبریکی بگم به مناسبت 40 سالگی رژیم جمهوری اسلامی. من به رژیم جمهوری اسلامی 40 سالگی این شکست خفتبارش برای جا انداختن مقدسات اسلامی توی ایران رو بهش تبریک میگم. خیلی عالی بوده. شاید این جمعه بیاید، خدا یا شاید این جمعه بیاید، شاید یه نفر اومد پیش امام صادق گفت به چه دلیل خدا وجود داره؟ من اصل خدا رو قبول ندارم. خفش کرد حضرت.